گفتگوی اختصاصی بی بی سی فارسی با فابیولا جینوتی، اولین زنی که به ریاست مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا رسید. فعالیت زنان در حوزه مدیریت سرمایه چقدر زمینه برای حضور زنان در عرصه سرمایه‌گذاری فراهم است؟ و نقش کتاب‌های درسی در آینده زنان، جنسیت تا چه اندازه در برنامه‌ریزی و سیاست آموزشی مطرح است؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. فابیولا جینوتی یکی از مهمترین زنان دانشمند عصر حاضر است. او رئیس مرکزی است که مرزهای علم را گسترش می‌دهد. خانم جینوتی فیزیکدان ایتالیایی اولین زنی است که به ریاست سرن، مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا رسیده. دستاوردی مهم برای زنان در محیطی که بیشتر مردانه به شمار می‌رفته. نعیمه نامجو خبرنگار ما به ژنو رفت تا گفتگوی اختصاصی داشته باشد با خانم جینوتی و از تجربیات او در سال‌های مدیریتش و دستاوردهای علمی‌اش بپرسد. بزرگترین آزمایشگاه جهان، جایی برای اختراعات و اکتشافاتی تأثیرگذار. اینجا مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا است، سرن. یکی از عظیمترین مؤسسات علمی در مرز سوئیس و فرانسه. رؤسای این مرکز از ابتدای تأسیس همه مردان دانشمند بودند. فابیولا جینوتی اولین زنی است که به ریاست سرن رسیده. یکی از مهمترین پست ها برای یک دانشمند در دنیا. رئیس مؤسسه ای با بیش از 19,000 محقق و دانشمند از 110 کشور دنیا. مرکزی که خودش میگوید یکی از مهمترین دستاوردهای بشر است. این سمت افتخار و مسئولیت بزرگیه. البته حظ زیادی هم میبرم. سرن کار گروهی رو تشویق میکنه. در طول کار من اینجا از زمان دانشجویی همیشه کار گروهی کردیم. کار گروهی کلیدیه. الان من مدیر کل سرن هستم و شغل من به همون اندازه اهمیت داره که کار یک مهندس یا کارشناس کامپیوتر. اگر مرکزی مثل سرن نبود، دانش ما از کیهان از آنچه هست هم کمتر بود. دانشمندان در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا در لبه علم حرکت می‌کنند و دانش ما از هستی را شکل می‌دهند. فابیولا جینوتی می‌گوید مایه سرافکندگی است که فقط 5% از جهان را می‌شناسیم، اما به همان اندازه جذاب است که به دنبال کشف 95% دیگر هستیم. در حال حاضر در سرن در حال تقویت شتاب دهنده بزرگ هستیم و تا چند سال آینده قادریم که آزمایش ها را با پرتوهای قوی تر انجام بدیم. به این ترتیب شانسمون برای پیدا کردن چیزی که به درک ماده تاریک بیانجامه بیشتر میشه. اون چه بزرگترین چالش فیزیکدان هاست؟ هدایت سرن کار آسانی نیست، اما او تجربه گرانبها دارد که کار را برایش آسان تر می کند. او مسئول تحقیقات کشف هیگز یا ذره خدا در آشکارساز اطلس بود. روز اعلام این خبر یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی او و این مرکز بود. کسانی که سالها با او در این پروژه کار کردن میگویند در بحرانی ترین لحظات هم آرامشش را حفظ میکند. از او پرسیدم ریشه اعتماد به نفس او به عنوان اولین مدیر زن این مجموعه در کجاست؟ اعتماد به نفس رو پله پله میسازید. وقتی با چالشی روبرو میشم، روی کرده من اینه که بله، ما با چالشی روبرو هستیم و باید بر اون فائق بیایم، اما مرحله به مرحله با اون برخورد میکنیم. باید اجازه داد اعضای توانای تیم دور هم جمع بشن و مشکل رو با هم حل کنن. فکر میکنم این رویکردیه که در نهایت به موفقیت میرسه. البته که به عنوان مدیر کل باید در نهایت جمع‌بندی کنم و تصمیم بگیرم، اما مهمه که از نظرات و حمایت تیم هم بهره ببرم. خانم جینوتی 59 ساله و ایتالیایی است. از سال 1995 به عنوان فیزیکدانی جوان برای تحقیقات فوق دکترا به سرن پیوست. او عضو چندین کمیته و مجمع علمی جهانی است.
این فابیولا جاناتی نوجوان است که به ماری کوری دانشمند معروف بسیار علاقه داشت، اما آن وقتها بیشتر در سرش رویای موسیقیدان شدن میگذشت. البته که میگوید موسیقی و فیزیک برایش دو سوی یک سکه است. So first of all, I don't think that I changed from music to physics. از موسیقی به فیزیک تغییر رشته ندادم. هر دو برای من وجهه مختلف یک تصویر بزرگترن و اون خلاقیت بشر و کنجکاویه. خلاقیت و نظمی که در موسیقی یاد گرفتم به اندازه خود دانشی که از فیزیک دارم در کارم به دردم میخوره. هنوزم در وقت آزادتون می نوازید؟ هنوزم پیانو می زنم ولی نه به اندازه‌ای که دوست دارم. موسیقی بخش مهمی از زندگی منه. زمانی که او وارد سرن شد، تنها 8% پژوهشگران و دانشمندان را زنان تشکیل می دادند. اما حالا 1/5 محققان مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا زنان هستند. خانم جنوتی سالها در محیط‌هایی پیشرفت کرده که بیشتر مردانه به شمار می‌رفتند. هر فردی و در این مورد خاص زنان باید با تعهد و علاقه آرزوهاشون رو دنبال کنن. معلومه که زندگی پر از چالش و مشکلاته، ولی نباید تسلیم شد. هیچ مشکلی حل نشدنی نیست، اگر که علاقه و اعتماد به نفس و نیروی محرکی وجود داشته باشه. اگه میخوای مثلا حقوق یا فیزیک بخونید، باید آماده باشید و زحمت بکشید. اما تواضع هم بسیار مهمه. ما هرگز کامل نیستیم. توصیه من نهایت آمادگیه تا اعتماد به نفس پیدا کنید و شور و علاقه و تواضع. فابیولا جاناتی میگه که سالها فعالیتش در سرن تأثیر عمیقی بر او و شیوه مدیریتش گذاشته. اما اون چیزی که بیشتر از همه در مصاحبه به نظر میومد این بود که تأکید او بیشتر از جنسیت بر دنبال کردن هدف و علاقه به اون بود. نعیمه نامجو، بی بی سی، سرن. سالهاست که در بسیاری از نقاط جهان حضور بیشتر زنان در عرصه سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه‌های تجاری راه را برای رسیدن به آینده‌ای برابر با مردان هموار کرده. حالا زنان فعال در حوزه مدیریت سرمایه مبتکر شیوه‌های نو در سرمایه گذاری هستند و بسیاری از شرکت‌ها خواهان بکارگیری این روش‌ها. شیدا هوشمندی در گزارشش با رکسانا ورزا، کارآفرین و سرمایه گذار ایرانی گفتگو کرده و از او درباره دورنمای فعالیت زنان در حوزه مدیریت سرمایه پرسیده. زنان ثروتمند در تاریخ کم نبودند. از کلئوپاترا تا کاترین کبیر، از اپرا وینفری تا ملیندا گیتس و یانگ هویان، تا مادر و دختر صاحب لورئال، شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی فرانسوی، ثروتمندترین زنان جهان. فهرست زنان ثروتمند را میتوان باز هم ادامه داد. زنانی که راهی دشوار را برای ایستادن در این جایگاه طی کرده و حالا به آینده‌ای متفاوت چشم دوختند. دهه هاست که زنان دیگر تنها مشغولیتشان رسیدگی به امور داخل خانه نیست. پای بسیاری از زنان حالا به سطوح مدیریتی باز شده و کیف پولشان هم پرتر از قبله. گرچه هنوز هم شمار مدیران زن در شرکت‌های فوتسی 100 یا همان 100 شرکت برتر بورس لندن در مقایسه با مدیران مرد در این شرکت‌ها کمتر است، اما بیشتر شدن ثروت در دست زنان می‌تواند نشان از آینده‌ای متفاوت باشد. سهم زنان از کل ثروت جهان در قرن 21 میلادی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته بالا رفته. حالا سهم زنان به مردان نزدیک شده. هنوز بیشتر زنان از طریق ارثیه به ثروت میرسند، اما شمار آن دسته که با فعالیت اقتصادی به ثروت میرسند هم رو به رشد است. تحقیقات مختلف نشان میدهد که افزایش شمار زنان سرمایه‌دار نتیجه مستقیم افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. فرهنگ مدرن بیشتر پذیرای زنان کارآفرین است و این موضوع در بخش فناوری و صنایع مرتبط با آن نمود بیشتری هم دارد.
من روکسانا ورزا هستم، مدیر عامل سشن اف، بزرگترین کمپ استارتاپی جهان که در پاریسه. روکسانا یک نمونه موفق از زنان سرمایه گذار است. او با همکاری یک میلیاردر فرانسوی به نام خاویر نیل توانسته به توسعه بیش از 1000 استارتاپ کمک و در بعضی از آنها سرمایه گذاری کند. روکسانا معتقد است فضا هیچ وقت برای زنان سرمایه گذار اینقدر مناسب نبوده. من فکر می‌کنم توی سال‌های اخیر تحولات زیادی رخ داده. حدود 10 سال پیش زنان نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و بنیان‌گذاری استارتاپ‌ها نداشتند. به وضوح می‌بینم که این شرایط تغییر کرده. به نظر من اکوسیستم بخش فناوری الان برای فعالیت زنان مناسب‌تر از گذشته است. به نظر من الان بهترین زمان برای یک زن کارآفرینه که در حوزه تکنولوژی کار می‌کنه. توجه زنان به مسائل احساسی و تمرین آنها برای درک اطرافیانشان نوع جدیدی از مدیریت را به دنیای تجارت آورده. همچنین در روش سرمایه گذاری و طراحی محصول اثر گذاشته. تحقیقات اخیر بانک‌های مورگان استنلی و کردیت سوئیس نشان می‌دهد زنان مدیر از روش‌های متفاوت با مردان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، ضمن آنکه می‌خواهند پروژه‌هایشان علاوه بر کسب سود به جامعه و محیط زیست هم سود برساند. علاوه بر اینها در محاسبه مخاطرات سرمایه‌گذاری دقت بالایی دارند. فکر میکنم زنان بینش و تجربه خودشون رو به سازمان‌ها اضافه میکنن و هر نگاه و ایده جدید و متنوع روی نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر میذاره. بارها دیدم که در روش‌های کلاسیک یا همون روش مردانه مدیریت یه سری پروژه‌های بخصوص نادیده گرفته میشن. اما امروز با حضور بیشتر زنا و دیگر گروه‌ها در دنیای تجارت، نوع محصولات عرضه شده به بازار و نوع سرمایه گذاری ها تغییر کرده. یکی از اصول مهم در سرمایه گذاری به اصطلاح نگاه از لنز دوربین گروه‌های مختلف است. نگاه یک زن، یک مرد و یا یک دوستدار محیط زیست. این روش می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را کم کند. حضور زنان در سطوح مدیریتی به این کار کمک می‌کند. آنها جنبه‌هایی از سرمایه‌گذاری را می‌بینند که روش‌های قدیمی به آنها کمتر اولویت داده. مسائلی مانند محیط زیست و تأثیر سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط اجتماعی. نمیشه تمام زنان رو جمع بست. هر زن یک تخصص و قابلیت رو به تیم اضافه میکنه. با تمام این اوصاف من فکر میکنم حضور زنها در تیم مدیریت بنگاه‌های تجاری یک پیغام به آیندگان داره و اون اینه که نظرها، سلیقه‌ها و افراد با ایده‌های متنوع باید در تجارت مشارکت داشته باشن. من استارتاپ‌هایی رو میشناسم که متوجه این موضوع شدن و آماده تغییرن، چون به تیمشون نگاه میکنن و میبینن همه مردن. اونا میدونن که برای خلاقیت و نوآوری به ایده‌های متنوع نیاز دارن. Here she is, Miss Thelma Chalmers, Britain's fastest typist. این تصویر دیگر تنها تصویر از زنان شاغل نیست. سال هاست که در بسیاری از نقاط جهان حضور بیشتر زنان در عرصه سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های تجاری راه آنها را برای رسیدن به آینده‌ای برابر با مردان هموار کرده. آنها می‌گویند تا رسیدن به این برابری هنوز راه زیادی مانده، اما آینده را تلاش امروز رقم می‌زند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. جنسیت تا چه اندازه در برنامه‌ریزی و سیاست آموزشی به عنوان یک مسئله مطرح شده؟ آموزش و پرورش در ایران تا چه اندازه نابرابری‌های جنسیتی را تداوم می‌بخشد یا به چالش می‌کشد؟ مریم افشنگ نگاهی کرده به کتاب‌های درسی مدارس ایران. سالها مناقشه بر سر برابری جنسی در کتاب‌های درسی در مدارس ایران. هنوز تحقیقات میگویند عدالت جنسیتی در کتاب‌های درسی رعایت نمی‌شود، هرچند تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سال‌های گذشته انجام گرفته. زن و مرد شدن یکی از مهمترین روندها در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی افراد است. کتاب‌های درسی در مدارس نقشی اساسی در انتقال ارزش‌های فردی و اجتماعی دارند. مطالعات زیادی از زاویه جنسیتی درباره متون درسی آموزشی ایران انجام شده.
مطالعه‌ای رو اشاره میکنم که آقای دکتر فروتن انجام دادند در مورد کتاب‌های درسی دوره اولیه، یعنی دوره ابتدایی. یافته‌های این مطالعه نشون میده که رویکرد کاملا مردسالارانه ای در کتاب درسی وجود داره. این مطالعه نشون میده که در کل کتاب درسی دوره ابتدایی 73% اسامی که مورد استفاده قرار گرفته اسامی مردان بوده و فقط 26% اسامی زنان بوده. از کل تصاویری که مربوط فعالیت‌های ورزشی هست فقط 8%، 8.8%ش، یعنی از که 9%ش فعالیت ورزشی زنان زنانه و 91% فعالیت ورزشی پسران و مردانه. کلیشه های جنسیتی در کتاب های درسی اکثرا در علوم انسانی و اجتماعی نمود پیدا کرده. یکی از اون کتاب ها این کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 دوره متوسطه. این کتاب مخصوص پسرانه. در این کتاب تاکید بر ازدواج، اون هم به شیوه سنتی با رضایت خانواده و رفتن به خواستگاری. امید پسریه که تحصیلات دانشگاهیش تموم شده و حدوداً 30 سن داره. اهل ازدواج نیست و تمام اهالی خانواده تصمیم دارن که برای زن پیدا کنن. اما بریم ببینیم همین کتاب مخصوص دخترها چطور طراحی شده. در بخشی از این کتاب که داره به زندگی مریم دانش آموز مدرسه اشاره میکنه که در فصل امتحاناته که خاله براش خواستگاری معرفی میکنه. خاله که تحصیل رو به ازدواج ترجیح داده مجبور میشه با مردی که یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته ازدواج کنه و رشته دانشگاهی و شغلش رو هم عوض میکنه، چون کار و رشته قبلی فشار زیادی بهش آورده و جلوی ازدواج به موقع اون رو گرفته. در این کتاب مدام به دختران یادآوری میشه که نباید خواستگاراشون رو با بهانه های مورد از دست بدن. در بخشی از کتاب اومده که برای تحصیل تا آخر عمر فرصت هست، اما فرصت طلایی ازدواج شما به زودی سپری میشه و آثار مخربش باقی میمونه. در هر دو کتاب به پسران و دختران توصیه میشه که قبل از ازدواج مهارت‌های لازم برای مسئولیت جدید رو به دست بیارن. اما در کتاب پسران به شایستگی اجرای اقتصادی اشاره میشه و گفته میشه که این شایستگی به معنی توانایی فرد در هدایت، آینده نگری، مدیریت زندگی در زمینه‌های اجرایی و اقتصادیه، به طوری که فرد بتونه مستقلانه از عهده برنامه‌ریزی و انجام امور شخصی و مالی خودش در زندگی بر بیاد. اما بریم ببینیم در کتاب دخترها چی گفته میشه. مسئولیت پذیری در کتاب دختران بیشتر برای پذیرش مسئولیت برای کارهای خونه است، آشپزی، کدبانوگری، میزبانی و تربیت فرزندانه و میگه هر زن باید الهه خونه خودش باشه. بحث هویت مطرح شده توی درس مهارت‌های زندگی مثلا، اما این هویت هویتی هست که هویت اسلامی و ایرانی هست. هویتی هستش که در اون زن اگر یک نقش عاملیت و یک کنشگری برای اون زن در خارج از فضای خانه تصویر میشه، اون کنشگری منوط به تأیید ارزش‌های ایرانی و اسلامی حاکمیت هست. به گفته کارشناسان، کتاب‌های درسی اکثراً تلاش برای ترویج نقش‌های کلیشه‌ای، سنتی و به ویژه مذهبی برای دختران و پسران را دارد. اما ترویج این کلیشه‌ها چقدر در جایگاه آینده زنان مؤثر است؟ اگر قرار باشه که آموزش ما صرفاً محدود بشه به همون متون درسی با دیدگاه‌هایی که از طرف دولت القا میشه و در واقع نفوذ پیدا میکنه تو محتوای درسی ما، در واقع تو یک سیستم بسته، یک چارچوب بسته ای ارائه میشه که دولت داره اون رو ترویج میکنه و این قطعا روی نگاه دخترای جوان ما تاثیر خواهد گذاشت. اما ما از اون اتفاقی که داره تو بطن جامعه میفته، از اون تفاوت‌ها در سلیقه، تفاوت‌ها در پوشش، تفاوت‌ها در رفتار این دخترای جوان میفهمیم که آموزش فقط از طریق سیستم آموزش رسمی کشور انجام نمیشه. آموزش به طور غیر رسمی هم هست، از مجاری مختلف، از کانال‌های ارتباطی مختلف که میتونه تأثیر خودش رو بذاره روی ساخت هویت، روی نگاه همه این دختران نسبت به نقش‌هایی که خودشون میتونن در آینده کشور ایفا بکنن.
کتاب‌های درسی در سال‌های گذشته تغییرات زیادی کرده و شاید نسبت به گذشته نقش‌های اجتماعی بیشتری برای زنان در نظر گرفته باشد. اما علی‌رغم همه تغییرات، ترجیح دست‌اندرکاران نظام تربیتی ایران همان ترویج نگاه اسلامی سنتی است که نقش زن را در خانه و به عنوان مادر و همسر پررنگ‌تر از نقشی در جامعه می‌داند. نگاهی که به گفته منتقدانش باید بازنگری شود و سهمی مساوی برای نیمی از جمعیت در آن در نظر گرفته شود. مریم افشنگ، بی بی سی. ما و نسل ما در کودکی چقدر با زنان الهام بخش آشنا شدیم؟ چقدر کتاب‌های داستان و قصه‌های کودکی روایت زنان توانا بود؟ نقش زنان و دختران قصه‌های ما چه بود؟ برای پاسخ به این سوال‌ها آناهیتا شمس نگاهی کرده به قهرمانان قصه‌های کتاب‌های کودک، اینکه نقش قهرمانان داستان چقدر عادلانه بین دختر و پسرها تقسیم می‌شود. کتابایی که توی کتابخونه فرزند شما هستن احتمالاً بیشتر شخصیت‌های اصلیشون پسرایین شجاع و قهرمان و ماجراجو. شخصیت‌های زن داستان‌ها از طرفی بیشتر یا نقش‌های کمتری دارن یا کلاً حرف نمی‌زنن و یا در خیلی از اونها زن‌ها مادرانین که در خونه میمونن و مراقب بچه‌ها هستن. تا یادم میاد داستانهایی که توی بچگی برام میخوندن قهرمانانش پسرا بودن یا دخترایی مثل سیندرلا و زیبای خفته که توی خونه منتظر بودن تا شاهزاده ای از راه برسه باهاشون ازدواج بکنه و خوشبختشون کنه. اما میونه همه این قصه ها یک داستان از همه متفاوت تر بود، اون هم قصه پی پی جورا بلند بود، دختری با اعتماد به نفس و ماجراجو که از در و دیوار بالا می رفت و اون نقش سنتی یک زن یا دختر رو نداشت. اما در چند سال گذشته نویسنده ها و انتشاراتی های بیشتری به این موضوع توجه کردن. کتاب هایی در اومده از زنان الهام بخش و تاثیرگذار که زندگی نامشون به طور خیلی خلاصه و به زبون ساده برای کودکان نوشته شده. کتاب هایی که از این زنان قوی و تاریخ ساز میگه و برای رده های سنی مختلف نوشته شده. از سن خیلی کم میشه به بچه ها فکر کردن و کنجکاوی رو یاد داد و اینکه برای کارهایی که دوست دارن انجام بدن هیچ محدودیت و مرزی به عنوان یک دختر و پسر وجود نداره. این مسئله قطعاً داره توی کتابای داستان بچه‌ها تغییر می‌کنه، ولی هنوزم وجود داره. غیر از این یه چیز دیگه هم هست که من خیلی مخالفشم و باش مبارزه می‌کنم و اون وجود کتاب‌های آبی و صورتیه، مخصوصاً برای خواننده‌های کوچک. کتاب‌های صورتی که درباره پری‌ها و فرشته‌ها و دنیای پر از زرق و برق و ستاره و اکلیل و اینا نوشته میشه و منظورم از کتاب‌های آبی کتاب‌های درباره ماجراجویی و دیوا و هیولاها. من واقعاً می‌خوام این دو دنیا به هم کمی نزدیک‌تر بشن. خیلی از دخترها هم هستن که از ماجراجویی و دیو و هیولا خوششون میاد، خیلی از پسرها هم هستن که از زرق و برق و ستاره خوششون میاد. نزدیک کردن این دو دنیا به هم مخصوصا وقتی مهمه که بچه‌ها دارن کم کم متوجه مسئله جنسیتی میشن. به پدر مادرها گفته میشه که خوندن داستان بهترین کاریه که برای فرزندانشون میکنن. اما انتخاب‌های نادرست چه هزینه‌ای دارن؟ نقش محدود زنان و اون چه میتونن انجام بدن در کتاب‌ها انتظار اونها از نقش یک زن در زندگی واقعی خواهد شد. نقش محدود زن در داستان‌های ایرانی هم به چشم می‌خوره. هدی حدادی، تصویرگر و نویسنده در این زمینه نوشته ساختار خطی مردانه، زیباشناسی مردانه، لحن مردانه و پایان بندی مردانه در داستان‌های فولکلور نمود داره. ماه پیشونی هایی که توامان حامل هوش، جادو و قدرت بودند و در روایت های مردانه رنگ باختند. حساسیت نویسندگان و ناشران ایرانی هم روی این موضوع بیشتر شده. زنان الهام بخش ایرانی یکی از کارهایی که انجام شده.
من برای این پروژه فقط 50 زن تاثیرگذار رو انتخاب کردم، ولی خوشحالم که این زنها خیلی تعدادشون بیشتره و در واقع کار من سخت بود برای انتخاب. اما خب سعی کردم در انتخابم اولا کمک بگیرم از کسانی که در حوزه زنان فعال هستن و همین که خب یه مقدار هم اون کسانی بود که می‌دیدم تاثیرگذار هستن و تاثیرشون رو در جامعه می‌دیدم، چه کسانی که معروف‌تر هستن مثل مریم میرزاخانی یا کسانی که شاید کمتر کارشون دیده میشه اما اثر کارشون بسیار دیده میشه مثل محلوا ملا. شکلگیری شخصیت افراد از زمان کودکی و سن کم آغاز میشه. اونها آروم آروم هویت و شخصیت خاص خودشون رو شکل میدن و یکی از عناصر مؤثر بر این هویت ادبیاتیه که کودکان میخونن یا براشون خونده میشه. ما در آرزوی زمانی هستیم که مسئله جنسیتی اصلاً مهم نباشه. قهرمان داستان یه بچه ماجراجو باشه. دختر یا پسر بودنش مهم نیست. رنگ پوست، قومیت، مذهبش اصلاً مهم نیست. این چیزیه که ما داریم توی بریتانیا براش می جنگیم تا مطمئن بشیم که نقش اول داستان همیشه یه بچه سفید پوست نیست. به نظرم در حال حاضر ناشرها دارن تلاش میکنن که به این موارد توجه کنن و باید یه بالانسی بین دخترها و پسرها برقرار کنن که هر دو توی داستانها ماجراجو و کنجکاو باشن. امیدوارم. پدر و مادرها آینده ساز کودکانن. بالا رفتن تقاضا برای کتابهایی که در اون نقش زنان عادلانه تر نمایش داده میشه ناشران و نویسندگان رو به تکاپو میندازه. اینطوری فرهنگ سازی میشه و در نهایت نسلی دیدگاهش عوض میشه. آناهیتا شمس، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.